انصراف دو تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ایران و پایان تبلیغات انتخاباتی. همزمان با پایان فرصت تبلیغات در 14 دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران در بامداد پنجشنبه 7 تیر ماه، امیر حسین قاضیزاده هاشمی و علیرضا زاکانی دو نامزد اصولگرا با تاکید بر وحدت میان نامزدهای اصولگرا از ادامه رقابت‌ها انصراف دادند. در حالی که دو نامزد دیگر اصولگرایان یعنی سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف هنوز ائتلاف نکردند، رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس از مجاهدت قاضیزاده هاشمی و زاکانی قدردانی کرد. سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف کماکان بر ادامه کاندیداتوری خود تاکید می کنند و هواداران و چهره های سیاسی نزدیک به آنها در شبکه های اجتماعی توپ اجماع را در زمین دیگر کاندیداها می اندازند و از رقبا می خواهند برای رسیدن به وحدت کناره گیری کنند. علیرضا زاکانی روز پنجشنبه 7 تیر در شبکه ایکس ضمن اعلام انصراف خود از ادامه رقابت ها نوشت: تا پایان زمان قانونی رقابت ماندم، اما تداوم راه شهید رئیسی مهمتر است. او از جلیلی و قالیباف خواست وحدت کنند و مطالبه به حق نیروهای انقلاب را بی پاسخ نگذارند و مانع از تشکیل دولت سوم روحانی شوند. انصراف او در شبکه‌های اجتماعی دستمایه طنز نیز شده و کاربران با وام گرفتن از وعده‌هایش مبنی بر پرداخت یارانه طلایی و ارائه کالا به شهروندان مقابل خانه‌ها به شوخی و استهزای او پرداختند. شامگاه چهارشنبه نیز امیر حسین قاضیزاده هاشمی رئیس فعلی بنیاد شهید از ادامه رقابت‌ها انصراف داد و اعلام کرد که این اقدام وی برای حفظ انسجام نیروهای انقلاب و در پاسخ به درخواست مکتوب شورای عالی اجماع نیروهای انقلاب بوده است. انصراف او با این حال با حمایت از هیچ نامزدی همراه نبود. همزمان انصراف قاضیزاده هاشمی و زاکانی از سوی با استقبال و از سوی دیگر با انتقادهایی همراه شده است. منتقدان نوشتند شورای نگهبان با تأیید نامزدهای پوششی در روند انتخابات اخلال ایجاد می کند و علاوه بر اتلاف وقت و انرژی و هزینه موجب ایجاد سردرگمی میان مشارکت کنندگان می شود. ادعی به صراحت بابت تأیید نامزدهای پوششی به شورای نگهبان تاختند و نوشتند که ننگ این اقدام بر این نهاد میماند. کاربرانی در شبکه‌های اجتماعی قاضیزاده هاشمی و علیرضا زاکانی را نامزدهای اجاره‌ای نامیدند که با سوء استفاده از آنتن رایگان تلویزیون علاوه بر اتلاف بیت المال بدون پذیرش هیچ گونه مسئولیت و پاسخگویی تندترین اظهارات غیر مستند را به رقبا نسبت می دهند و از ادبیات نادرست نیز استفاده می کنند. اما حامیان جلیلی از این اقدام قاضیزاده هاشمی و زاکانی استقبال کردند و این اقدام آنها را کمک به ادامه راه شهید خدمت، عنوانی که برای ابراهیم رئیسی پس از مرگ در جریان سقوط بالگرد به کار می برند، نامیدند. محمد باقر قالیباف نیز یک روز قبل از این بحث‌ها درباره احتمال انصراف خود را شایعه خوانده و تأکید کرده بود که این راه را تا به انتها دنبال می‌کند و آن را وظیفه ملی می‌داند. قرار است 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز جمعه 8 تیر برگزار شود. آنطوری که احمد وحیدی وزیر کشور خبر داده، بیش از 61 میلیون نفر در این انتخابات حق رأی دارند.